کرزی و عبدالله گروگان سیاسی طالبان. با وجودی که کرزی پدر طالبان خوانده شده و طبق گزارش نیویورک تایمز 600 میلیون دلار از پول ملی را برای احیای طالبان مصرف کرده است، به نظر می رسد که طالبان دیگر از هو خط و جهت نمی گیرند. اکنون کرزی و عبدالله دو گروگان طالبان هستند که بهای آزادیشان راضی کردن مخالفان آنان از جمله احمد مسعود و امراهانشان می باشد. کرزی تمام تلاشش این بود که از طالبان به عنوان ابزاری در جهت بازگشتن حاکمیت مطلق پشتونها به صورت کلی و در جهت زدن غنی به عنوان رقیب داخلی درانی ها استفاده کند و خود دوباره به قدرت برگردد. اشرف غنی نیز دقیقاً همان هدف را داشت، با این تفاوت که برای علیزایی ها همچنان قدرت را حفظ کند. اینکه اکنون اختلاف در میان طالبان به دو بخش درانی و علیزایی شدت گرفته و درانی ها خانه انتقال پایتخت به قندهار هستند، ریشه در سیاست کرزی و اشرف غنی دارد. اشرف غنی که احساس خطر کرده و با چپلق فرار کرد، باز هم به همین موضوع برمیگردد، ورنه توسط فاتحان قندهاری کشته میشد. در واقع الان که قدرت به دست طالبان افتاده، رهبران طالبان دیگر حاضر نیستند لقمه آماده را دوباره به دست مهره سوخته چون کرزی بدهند. دکتر عبدالله بدبخت هم نتوانست از کابل براید و گیر ماند، لذا نقش میانجی و موسفیدری را با کرزی و حکمتیار شروع کرد، اما حکمتیار کار را تمام شده خواند و پا را پس کشید. عبدالله گروگانی است که نمیتواند از جبهه مقاومت پنشیر حمایت کند، ورنه خواستگاه اجتماعی و فرهنگی او پنشیر است، لذا است که بین دو سنگ آسیاب در حال خرد شدن است.